سلام دارم خدمت بینندگان و شنوندگان تلویزیون رنگین کمان، ارگان رسمی حزب سوسیال دموکرات و لائیک ایران. دعوتی امشب من آقای جهانگیر لقایی از فعالین و مبارزین قبل از انقلاب و در این 44 سال رژیم استبدادی اسلامی ولایت فقیه. آقای لقایی از مبارزین و اقتصاددانان می باشد در کشور آلمان. سوال امشب من از آقای جهانگیر لقایی، چون در حوزه تخصصی اقتصادی و سیاسی هستند، آقای لقایی، وضعیت اقتصادی رژیم اسلامی در این 44 سال و در چند سال اخیرم، تورم، بی ارزش شدن پول، بیکاری، فقر دامنگیر ملت ایران، حتی گرسنگی و توسعه نیافتگی یا زمینه توسعه نیافتن جامعه ایرانی می باشد، از نظر اقتصادی، صنعتی، ایجاد شغل، و نظر شما در این مورد چیست؟ چگونه می بینید آقای لقایی این وضعیت اقتصادی و فقری که در کشوری غنی نظر انسانی و بگم معدنی ما دچاره شده ایم؟ بفرمایید آقای لقایی. درود بر شما و تشکر از دعوتتون و همینطور درود به هموطنان عزیزم. ببینید آقای خلب، شما خودتون به این مسئله اشاره کردید که در طی این 44 سال وضعیت ایران هر سال بدتر از سال قبل خودش شده. یعنی در طی این 44 سال طبق آمارهای رسمی خودشون، حالا دیگه این آمارهایی که خودشون میدن مشخصه، رشد اقتصادی ایران یه چیزی حدود 2% بوده، متوسطش البته، ولی توی 10 ساله اخیر، یعنی از سال 1392، من ماه سال میلادی رو با شمسی قاطی کردم یه دفعه، برای همین سال 1392 تا پایان 1401 صفر بوده، در حالی که طی این سالها، طی این 10 سال، 4 سال رشد اقتصادی ایران کلن منفی بوده، منفی 6% داشته اینا، ولی این آمارهای خودشونه. و این حالا ببینید دیگه وضعیت از چه قراره. فقط اینها در زمینه اقتصاد نبوده، بلکه جامعه ایران رو از نظر زیست به اصطلاح محیطی، خشک کردن آبها، دریاچه ها و رودخانه ها، و بسیاری به دلیل مدیریت غلط جامعه رو از هر نظر واقعا به فاجعه رسوندن و به فاجعه کشوندن. ولی همین کشوری که بنا به گفته بسیاری از مسئولان خودشون که ما بین 60 تا 70 درصد، بعضیاشون 60 درصد، بعضیاشون 70 درصد میگن زیر خط فقر هست، و همونطوری که شما اشاره کردید کشور ثروتمندی مانند ایران، من برای اینکه خیلی خلاصه این رو بگم، ببینید ما دومین انرژی جهان رو داریم، یعنی مجموعه نفت و گاز ما دومین انرژی جهان، تا اون چیزی که تا الان کشف شده. و البته من باید بگم که اون گاز که در منطقه چالوس یا منطقه مازندران ما کشف شده هنوز جزء این محاسبات نیامده که چند میلیارد متر مکعب در اونجا گاز هست، و در مجموع از نظر مجموعه منابع طبیعی، یعنی حالا نفت، گاز، آهن، مس و بسیاری منابع زیرزمینی دیگر، ایران پنجمین کشور جهان هست از نظر ثروت منابع طبیعی. و برای اینکه مسئله یک کمی بازتر بشه برای بینندگان، چین 6مین هست،
و استرالیا که خودش یک قاره است هفتمین هست، یعنی ما از چین و استرالیا منابع طبیعی که طبیعت داده بیشتر ثروت داریم. خب غیر از این مسئله در واقع ثروت اصلی هر جامعه و هر مملکتی مغزهای اون مملکت هستن. شما نگاه کنید چه میزان از متخصصین اون مملکت از کشور خارج شدن، چه تعداد حالا اعدام و زندان و به این شکل اینها رو نابود کردن، و اون متخصصینی هم که در ایران موندن هرگز به اینا نه اجازه میدن و نه فرصتشو میدن که بتوانن نقش اصلی خودشون رو در جامعه ایران بازی بکنن. البته ما یک ثروت طبیعی دیگه هم داریم که بسیار بسیار با اهمیته و آن موقعیت جغرافیایی و سوقلجشی ایرانه. یعنی ایران شما در جهان معدود کشوری رو پیدا میکنید که با 15 کشور جهان همسایه باشه و مرز مشترک داشته باشه، و این یک ثروت بسیار با اهمیتیه. آلمان که در واقع قدرتمندترین اقتصاد اروپا هست، یکی از 6 عاملی که باعث شده آلمان قدرتمندترین اقتصاد اروپا قرار بگیره این هست که آلمان بیشترین مرز مشترک رو به اصطلاح در اروپا با کشورهای دیگه داره، یعنی در مرکز قرار گرفته، و بنابراین موقعیت ما از شرایط یک عامل بسیار مهمی. حالا این کشوری با این امکانات و با این شرایط، شما ببینید بیش از 60% یا حدودا نزدیک 70% جمعیتش زیر خط فقر، اینه که دیگه مردم میدونن واقعا چه جوریه. حالا آخرین آماری که مؤسسه مالی و بانکی سوئیس در رابطه با کشورهای جهان اعلام کرده، UBS که در واقع همین مؤسسه مالی بانکی سوئیس هست، ایران 14 کشوری هست که تعداد میلیونرها رو در درونش داره، و تعداد میلیونرهای ایرانی، میلیونرهای دلار البته منظورم هست، اینو تاکید بکنم، دلار، میلیونها ایران تعداد میلیونرهای دلارش 4 ترکیه و 3 کشور مصر هست. حالا با این، یعنی جمع شدن ثروت در دست یک عده که در واقع این ثروت رو نه از به اصطلاح تلاش برنامه ریزی شده اقتصادی به دست نیاوردن، بلکه از ران و غارت و چپاول منابع اون مملکت به دست آوردن. اون وقت شما وضعیت ترکیه امروز رو با اینکه آقای اردوغان در این 7-8 ساله اخیر بسیار تو زمینه اقتصادی بد عمل کرد برخلاف اون اوائلی که آمده بود، ولی شما وضعیت ترکیه رو مقایسه کنید با وضعیت ایران، یعنی اوضاع به گونه ای هست که هزاران هزار ایرانی در ترکیه میرن اونجا خونه میخرن و هرچی دارن میفروشن و میرن اونجا سرمایه گذاری بکنن و یک کار و شغلی داشته باشن از که از این مملکت با این و با این ثروت و با این امکاناتش بره. خب وقتی این ناشی از چی هست؟ ناشی از یک مدیریتی هست که در واقع در اون جامعه هست. من اگر بخوام به زبان خیلی عامه بگم، در ایران حکومت ابلهان در واقع مستقر هست، یعنی حاکمان جزو ابلهترین افراد اون جامعه هستند که آمدن قدرت رو گرفتن و وضعیت جامعه ما رو به این روز انداختن، و هیچ راهی نداره، یعنی واقعا تنها راه و تنها راه به زیر کشیدن این رژیم هست، سرنگونی این رژیم هست، و اینکه جمهوری اسلامی باید برود، وگرنه اوضاع همونطوری که هر سال بدتر شد باز دوباره بدتر و بدتر خواهد شد. حتی اگر میلیاردها دلار پول به دست اینا برسه، هزینه مردم و جامعه ایران و برای پیشرفت ایران نخواهند کرد.
و این رو همه میدونن، بخشی از این پول ها به حساب های شخصی این حضرات ریخته میشه، بخش دیگرش هم خرج تروریسم جهانی میشه در کشورهای مختلف، و اون بخشی هم که تازه قرار هست در جامعه ایران بیاد، شما بودجه دولت رو نگاه کنید، 40% رو، بیش از 40% رو برای 48 نهاد مذهبی که هیچ در واقع بازدهی و سودی که برای اون مملکت ندارند، هیچ، بیشترین ضرر رو هم برای اون مملکت دارند. صدای شما رو من ندارم. آقای لاغایی، اشاره کردید به وضعیت اقتصادی آلمان در اروپا. آلمانی که بعد از جنگ جهانی دوم به اون خسارت یا به هاک یکسان شدن، ولی نیروهای سیاسی و به خصوص اون چیزی که مورد نظر شما و من است، سوسیال دموکراسی آلمان، پایه و اساس یک دموکراسی پارلمانتاریسم، عدم تمرکز و یک شکل اقتصادی، تولید ثروت و تولید شغل و حتی ثبات دموکراسی در اروپا، یکی از کشورهایی که نقش عمده ای بازی می کند در اقتصاد اروپا و در اقتصاد جهانی بعد از جنگ جهانی دوم. ولی یک سال از جنبش زن زندگی آزادی می گذرد، همونطور که اشاره کردید کشور ما در یک بنبست بحران سیاسی اقتصادی دچار شده. شما که تجربه این نوع اقتصاد در دولت‌های رفاه بعد از جنگ جهانی دوم، البته از اینکه ایران ویژگی‌های خودش دارد باور داریم، می‌دونیم یه ویژگی‌های هر کشور داره، شما چگونه راه برون رفت می‌بینید با اینکه ما انتظار داریم از لااقل در این 17 سال استقرار یک دموکراسی پایدار، پارلمانتاریسم، جدایی دین از حکومت و برابری زن و مرد، منشور جهانی حقوق بشر، تمامیت ارضی و زمینه توسعه اقتصادی با اون اشاراتی که در بخش اول کردید که ایران بتونه از این حالت بحرانی سیاسی و اقتصادی بیاد بیرون؟ بفرمایید. ببینید، مهمترین و در واقع اساسی ترین معضل در ابتدای کار رفتن جمهوری اسلامی است. یعنی تا این رژیم از اون جامعه به وسیله ملت ایران ریشه‌کن نشه و این رو در واقع، حالا اصطلاحاً میگن به زبالدان تاریخ یا حالا هرچی، به هر حال این ریشه‌کن نشه و به زیر کشیده نشه، براندازی نشه، بنابراین خب صحبت کردن که ایران باید چگونه برنامه ریزی بشه اصلا یک چیز بیفایده ای هست، برای اینکه اینها که عمل نخواهند کرد. بنابراین صحبتی که الان در واقع سوالی که شما کردید مربوط به بعد از جمهوری اسلامیه. به طور قطع ببینید، بعد از جمهوری اسلامی آلمانی که شما بهش اشاره کردید در واقع متخصصینی بود که آلمان داشت. آلمان حالا تو فیلم ها دیدن، یعنی اکثر مردم در فیلم ها دیدن که چگونه واقعا آلمان همونطوری که شما اشاره کردید با خاک یکسان شد. در واقع آلمان از صفر شروع نکرد، حتی از زیر صفر شروع کرد، ولی فاجعه خیلی بیشتر از اون چیزی بود که در هست یا بوده که در فیلم ها دیده میشه، و اون اثرات روانی که ملت آلمان از فاشیسم خورده بود. و حالا من الان نمیخوام وارد این بحث بشم، ولی با این وضع به دلیل به هر حال متخصصینی که داشت یکی، و بعد عامل بسیار مهم بعد از فاشیسم و بعد از اینکه بعد از جنگ دوم جهانی این بود که دولتی که بر سر کار آورد مردم بهش اعتماد داشتن و با رأی مردم بدون هیچ گونه تقلب یا اینکه زد و بندی در واقع آمد، و به همین دلیلم در واقع اولین دولت آدنایر بود صدر اعظم آلمان، و البته خب سوسیال دموکرات هم در اون زمان بسیار قدرتمند و قوی بودن، و جامعه وقتی اعتماد داشته باشه به حاکمیتش و به دولتش،
به طور قطع با جان و دل کار خواهد کرد و از خود گذشتگی خواهد کرد. میبینه که در واقع توی دولت مردان و حاکمان و مدیران این نیست که پول مردم رو و یا از دسترنج اونها بخوان اینها سوء استفاده کنن و یا به اصطلاح چیزهای شخصی خودشون بردارن. بنابراین بعد از جمهوری اسلامی با این شرایطی که من در جامعه ایران دارم میبینم، با این جوانان ایرانی که اینطور واقعا فداکارانه برای آزادی واقعا دارن مبارزه میکنن و دموکراسی، به طور قطع ما من فکر میکنم به سرمنزول مقصود جامعه ایران، یعنی با اون جایی که با جایگاهش هست، حتما خواهد رسید. البته این نیست که من بگم مثلا بعد 6 ماه یا 1 سال خیلی چیزا تغییر میکنه، البته حتما خیلی چیزا تغییر خواهد کرد، ولی به خصوص از نظر اقتصادی بیشتر من دارم میگم. یک دوره شاید حتما بعد از یک دوره 10 ساله مردم این تحولات عمیق رو احساس خواهند کرد، چون به هر حال شما برای ایجاد شغل سرمایه گذاری باید بشه و خب سرمایه گذاری های زیر ساختی یه مقدار طول میکشه تا به ثمر برسه، ولی از همون فردای جمهوری اسلامی این تغییرات رو مردم حس خواهند کرد. شما تصور کنید فقط که بودجه‌ای که الان برای تروریسم جهانی رژیم داره خرج میکنه، مثلا در سوریه، در عراق، هشت شعبی، نمیدونم در فلسطین، حماس، در یمن و اینا، خب همه اینا به طور قطع در همون روز اول قطع خواهد شد. 48 نهاد مذهبی بودجه هاشون قطع خواهد شد. خب این میره تو بخش عمران اون کشور. شما ببینید میلیاردها دلار یک باره سرازیر میشه به سمت ساختن و سازندگی. و بعد یک عامل دیگر هم نقش بازی میکنه و اون این که دیگه کسی پول و ملت رو چپاول و غارت نمی کنه که به حسابهای شخصیش در کشورهای مختلف چه میدونم کانادا و امریکا و اروپایی بریزه و اون پول ملت از اون کشور خارج بشه و سرمایه گذاری نشه. همه اینا در اون مملکت سرمایه گذاری های زیر ساختی برای اون جامعه خواهد شد. در نتیجه تغییرات به نظر من بسیار با سرعت صورت خواهد گرفت. آقای لقای گرامی، سوال آخرم اینه که با تخصصی که دارید و آشنایی هم که بعد از جنگ جهانی دوم هم خصوصا در اقتصادی با جامعه آلمان دارید، جامعه اقتصاد آلمان تقریبا یک اقتصاد ترکیبی دولتی و خصوصی بود، هرچی گذشت بیشتر به سمت خصوصی رفت در بیشتر زمینه ها و دولت در بیشتر مسائل استراتژیک خودش رو جمع جور میکنه، ولی در کشورهایی مثل نفتی یا گازی یا حتی ایده های ایران، چه در زمان شاه بگم و چه در زمان خمینی و چه جنای چپ ایران، اقتصاد تقریبا در چارچوب دولتی، یعنی دولت هر چیز سرده تر فرده تر بشه فکر میکنن این جوابگوی مسائل توسعه اقتصادی صنعتی ایجاد ایجاد خواهد کرد، ولی در واقع میبینیم که نه، در اقتصادهای مدرن ترکیبیست اون نگاهی که سوسیال دموکرات ها دارن یا حتی سوسیال لیبرال ها هم الان تقریبا بیشتر زمینه ها همینو میبینن، یعنی در اقتصاد ترکیبی. شما با آشنایی که با اقتصاد ایران در حال حاضر به منطقه خاورمیانه دارید، این البته سوال من مال بعد از جمهوری اسلامی است، با شما موافقم، ولی شما به عنوان یک متخصص چگونه میبینید؟ چون یکی از مشکلات گذار از جمهوری اسلامی اینه که ما نتونستیم اون چشمنداز را در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی تا حدی باز کنیم، یعنی به شعارهای سال 57 نیفتیم بگیم ما اگر میگیم دموکراسی چی، اگر میگیم اقتصاد چگونه، ارزش پول، نمیدونم توسعه اقتصادی و و. این که من میگم امکانی که ما بتونیم این دوتا را به هم ربط بدیم، گذار و بعد از گذار، ولی به صندوق رأی و مجلس مؤسسان هم باید
توضیح بدیم که اینها پیشنهاده، تصمیم نیست، پیشنهاده، در صورتی که مجلس مؤسسان آینده یه قانون اساسی که بتونه زمینه یه قرارداد اجتماعی در این مورد باشه. بفرمایید. اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردید. ببینید، معضل بزرگ جامعه ایران یا تمام این کشورهایی که در واقع حالا بیشتر کشورهایی که در خاورمیانه پیشرفت نکردن، ما حالا خود ایران رو پس الان در ایران بیش از 80-85% سرمایه در دست دولت و این یکی از معضلات بزرگ جامعه ایرانه و این رو هم تجربه و هم تاریخ ثابت کرده که اگر ثروت جامعه در دست دولت قرار بگیره یا اکثریت در واقع مثل الان ایران که 85% شاید هم بیشتر واقعا در دست دولت قرار داره، خب این معلومه خود به خود تمرکز ثروت در یک جا فساد به بار میاره. اولا شما اگر نگاه کنید تمام این حالا اگر نگادم 100%، ولی بیش از 90% شرکت های دولتی دارن ضرر میدن. چرا؟ آخه مگه ممکنه شما مثلا نیشکر هفت تپه فرض کنیم ضرر بده و یا ماشین سازی ها همه دارن ضرر میدن؟ شما اگه نگاه کنید بدهی های اینا، علتش اینه که این اقتصاد تمرکز پیدا کرده در دست دولت. حالا شما به این یک عده آدم غیر متخصص و غیر اینکه با خرد و اندیشه سر کار هم داشته باشن سر کار آمدن، حتی اگر در کشورهایی که اقتصاد دولتی باشه، یعنی 85% اقتصاد دست دولت باشه و متخصصین هم در سر کار باشن و خیلی هم خیرخواه باشن، باز نمیتونن به جایی برسونن. در واقع این رقابت هست و رقابت در بخش خصوصی هست. الان شما در آلمان اشاره کردید، البته خب در گذشته بخش خصوصی آلمان و یا فرانسه بسیار قدرتمند بود، یعنی شرکت هایی مثل زیمنز، چه میدونم مثلا پژو یا رنو یا مثلا فرض کنیم مرسدس بن، بی ام و، اینا همه، یا شرکت های فولاد، اینا همه خصوصی بودن در گذشته، بلکه باز بیشتر این خصوصی شد، منتها دولت نظارت داره. و اینکه دولت رفاه شما گفتید و الان لیبرال دموکراسی هم طی چند دهه هست، در واقع لیبرال دموکراسی اروپا به خصوص به اینجا رسیده که میبایست این رفاه باشه، علتش این است که قانون اساسی آلمان رو شما اگر نگاه بکنید، قانون اساسی هست که دولت رفاه رو برای جامعه تصویب کرده و تضمین کرده، یعنی واقعا وجود داره. حالا چه بخش خصوصی میخواد به اصطلاح قدرتمند باشه، چه در گذشته که یه مقدار بخش دولتی هم بیشتر به اصطلاح صنایع دستش بود. مثلا من حالا فقط یه مثال بزنم، مثلا راهن در اختیار دولت بود، ولی این در دهه 1990 بود که خصوصی شد، دادنش به بخش خصوصی، ولی اکثر تمام شرکت های بزرگ خصوصی بودن در چیزا و اصولا کار پایدار و اشتغال پایدار، بهتره بگم بخش خصوصی هست که تضمین میکنه این رو. و شما برای پیشرفت به هر حال جهان الان در این صورت در یه همچین جایگاهی قرار داره. من نمیدونم 100 سال دیگه چگونه خواهد شد و چطور خواهد شد، و اون اینکه شما بدون رقابت، اون هم رقابت جهانی، نمیتوانید اون رفاه رو به وجود بیارید. یعنی اگر قرار باشه فرسون همه در دست دولت باشه، اصلا دیگه رقابتی وجود نداره، مثل کشورهای کمونیستی یا سوسیالیستی سابق که از بالا یک برنامه ریزی یا یک پلانی درست میشد و بعد هم همه آدم ها بر اساس اون پلان مجبور بودن مثلا فرسون یه ماشین بخرن، اونم حالا شما ببینید اون ماشینا چی بود، مثلا در آلمان شرقی ماشین ترابی، موتورسیکلت هم واقعا نبود که گذاشته بودن روی ماشین، یا مثلا اتحاد جماهیر شوروی چه چیزی رو واقعا داشت بجز صنایع نظامی، که اون هم بعدا معلوم شد که اون صنایع نظامیش هم نسبت به کشورهای غربی بسیار بسیار عقب مونده هست و یا عقب مونده بود. بنابراین
بخش خصوصی، منتها ما وقتی میگیم بخش خصوصی، هموطنان باید بدونن زمین تا آسمان اصلا همه چیزش با اونچه که امروز در جمهوری اسلامی داره صورت میگیره و به اسم خصولتی و یا خصولتی سازی معروف شده بسیار بسیار متفاوته. یعنی شما اگر کارخانه ای رو میخواهید در اختیار یک جایی بذارید، به طور درست و واقعی اولا کسانی که میان باید مشخص باشه که اینا تخصصشون چی هست و کیا هستن، روشن باید باشه، و بعد هم باید به اصطلاح مناقصه یا مزایده گذاشته بشه و هر کسی بالاترین قیمت رو داد به اون داده بشه و بعدش هم تضمین گرفته بشه که این کارخونه رو نه اینکه تو بفروشی پس فردا زمینش رو مثلا ساختمون سازی بکنی. یعنی خیلی چیزا در این جامعه هم که وقتی خصوصی سازی میشد این نبود که طرف بتونه هر کاری دلش میخواد بکنه، یعنی دقیقا مشخص میکردن که این کارخونه رو با این مشخصات بهت میدیم و تو این کارخونه رو باید راه بندازی و به پیش ببری و به جلو ببری و بعد هم تضمین سرمایش مشخص بود. سیستم بانکی ایران یکی از به اصطلاح فاسدترین سیستم های بانکی جهانه، چون هیچ کنترلی روش نیست، دولت هر کاری دلش بخواد با اونا میکنه، اونا هم هر جوری دلشون بخواد به این اون وام میدن. شما نگاه کنید حالا در همون دوره شاه، بانک ملی ایران در سالهای 1352 53 54 55 جز 5 بانک اول جهان بود از نظر سیستم سلامت بانکی. الان بانک‌های ایران جز 5 بانک آخر جهان هستند به دلیل فساد مالی که در این سیستم هست. کلن ساختار به اصطلاح سیستم مالی ایران، یعنی بانکی و مالی ایران و بخش اقتصادی اون مملکت، باید زیر ساختی تغییر پیدا کنه و این تغییرات بر اساس به هر حال معیار کشورهای پیشرفته در اونجا حتما صورت خواهد گرفت. خیلی متشکرم از شرکت شما آقای جهانگیر دفاعی گرامی. امیدوارم که در آینده نزدیک هم دعوت ما را بپذیرید و بتونیم در این مورد صحبت‌هایی بکنیم. شب شما خوش آقای لقایی بزرگ. ممنونم از شما، با تشکر ازتون.